پیام سال نو آنگلا مرکل، ودا با سال کرونایی. صدر اعظم در پیام آغاز سال جدید میلادی پیکار با کرونا را همچنان مهمترین وظیفه کشورش دانسته است. او گفت پاندمی در سال نو نیز همچنان همراه ماست، اما با تلاش و همبستگی بر آن غلبه خواهیم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام خود به مناسبت آغاز سال میلادی 2021 هم میهنانش را به عزم و تلاش بیشتر در پیکار با پاندمی کرونا فراخواند. او ابراز امیدواری کرد که کشور با واکسیناسیون گام به گام در نبرد با ویروس کرونا پیروز خواهد شد، اما همه چیز به عزم و تلاش ما بستگی دارد. در متن پیام مرکل که پیشاپیش منتشر شده است، او بار دیگر از یکایک شهروندان خواسته است که با نظم و انضباط در رعایت مقررات مربوط به کرونا کوشا باشند. او از کسانی که آگاهانه در خطری که تندرستی ما را تهدید می‌کنند تردید می‌کنند به شدت انتقاد کرد. او تصریح نمود تئوری‌های توطئه تنها نادرست و خطرناک نیستند، بلکه بیرحمانه و غیر مسئولانه نیز هستند. مرکل با دریغ و تأسف خاطره افراد بیشماری را گرامی داشت که می توانستند همچنان کنار عزیزان خود باشند، اما در سالی بیرحم قربانی پاندمی شدند و زود هنگام به دام مرگ گرفتار آمدند. او ابراز امیدواری کرد که با آغاز واکسیناسیون مرحله‌ای در آلمان که با افراد سالمند و کادر درمانی شروع شده است، بلای پاندمی رفته رفته از جامعه دور شود. او تأکید کرد من هم هر وقت نوبتم فرا رسد واکسین خواهم زد. یک بلای جهانگیر. آنگلا مرکل از اینکه نخستین واکسن ضد کرونا با همکاری دانشمندان آلمانی تهیه شده است، ابراز خرسندی کرده است. او با اشاره به اظهارات پایه‌گذاران بنیاد بیونتک گفت که مردمی از 60 کشور جهان در تهیه واکسینی اثربخش علیه پاندمی کرونا همکاری داشتند و همین به خوبی نشان می‌دهد که پیشرفت جامعه بشری در گرو همکاری کامل اروپایی و بین‌المللی است. او بار دیگر تأکید کرده است که پیکار با پاندمی وظیفه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بزرگترین چالش قرن است. او از همه کسانی که با اعتماد و شکیبایی در این پیکار تاریخی شرکت کردند سپاسگزاری کرد. به گفته مرکل بیش از همه کادر درمانی، پزشکان و پرستاران و مددکاران با فداکاری در گذر از این بحران تلاش کردند. انسان‌های بیشماری با دل و جان خدمت کردند تا زندگی جامعه به رغم پاندمی ادامه یابد و از مسیر عادی خارج نشود. آخرین پیام سالانه مرکل. آنگلا مرکل در پایان گفتار خود به امری شخصی پرداخته است و گفته است که همه شواهد نشان از آن دارد که این آخرین پیام سالانه او خواهد بود. او در انتخابات 26 دسامبر 2021 برای انتخابات صدر اعظم آینده آلمان نامزد نخواهد بود. او در پایان گفته است اغراق نخواهد بود اگر بگویم که در 15 سال گذشته هیچگاه با این همه سختی و فشار سالی را به پایان نبرده و با این همه امید و اعتماد با آینده سالی را آغاز نکرده ایم.